از اون طرف مردم آزاده و دلیر سرزمین آریایی توسط فرهیختگان خودشون پیدا حالا یا پنهان برنامه ریزی کردن، اونها پیروز شدن. شما پیروز شدید تو این بازی، مردم که خر نیستن، دنیا که خر نیست، شما پیروز شدید که رای نیوردن، رای ندادین. حالا این پیروزی شما چگونه حاصل شد؟ با تشکیلات، با رهبری و با برنامه. حالا من میخوام امروز، خیلی مهمه بحث، در همین مورد باهاتون صحبت کنم و بگم که ما باید بریم رو این پنهان رو، باید بریم رو و از زر زدن بعضی هم نباید بترسیم. شما یادتونه پایین تریبون بشینید، یادتونه دو برنامه پیش از انتخابات من رفتم با گایتون رسوندم، هم خبر دادم که اینا 30 میلیون رای در میارن، هم خبر دادم بهتون که مردم میان با دوربیناشون به نمایندگی از جهان فیلم برداری میکنن، اگر جهان خواهران نخوان اینا فیلم برداری میکنن، سند میگیرن که دنیا بفهمه اینا نتونن دوباره دروغ بگن. بهتون نگفتم ذکاوت و تیزهوشی، اگر رفتید رای دادید باز اینا 30-40 میلیون رای در آوردن برای رئیسی، دخلتون اومده، اینا میمونن. امسال اینا نمیتونن تقلب کنن، کامپیوترها رو بازی بدن، چون نماینده های سازمان ملل و سازمان های، من بهتون بگم حالا نباید میگفتم ولی میگم از قبل میگم، اینها به عنوان خود ایرانی ها ولی با ماموریت در ایران حضور دارن، با تلفن دستشون فیلم میگیرن، صفحه رو فیلم میگیرن که فلانجا چقدر تو صف بودن، فلانجا اسناد رو جمع میکنن، حدود 1500-2000 نفر فقط برای تهران اومدن ایران، مردم، بچه ها، جوون ها، خود ایرونی ها، اینا اومدن اونجا که صندوق های رای رو فیلم بگیرن، نگاه بکنن، ببینن، بعد برن گزارش جهانی رو بدن، با اینکه جهان خواران هم با اینها هستن، و وقتی گزارش داشته باشن دیگه نمیتونن بزنن زیرش، ببینن کسی میرا رای نداد، بیان 30 میلیون رای برای آقای رئیسی که میدونه چه کرده همشون. و موفق شدید شما با این فیلم های اولا که تو خارج از کشور این انقدر سازماندهی شده بود که همه جا بچه ها حضور داشتن، اصلا یارو که میاد خیلی هم میترسیدن دیگه برن تو، نایمده برمیگشتن. این که از این اون چند نفری که دیگه خیلی میگفتن وای بازار ما کساد نشه، دکون ما راسته نشه، وای وای با تطمن گفتن بیایم بیایم بریم رای بدیم، به زور میرفتن رای بدن، برخوردی که باشون کردن اینو تا آخر عمرشون پشیمون هست. من تو جبهه ایران و مردم ایرانم، اینا تو جبهه اسرائیل همون هم مردم که 1500 تاشون رو عربستان سعودی و انگلستان، همونی که 1500 تاشون رو کشین، اون مردم نبودن، خجالت بکن از اون سیبیلت، خجالت برو بشراش بیشون بیشرف تو میدم گلیوز، تو دیگه نمیتونی مترجمی کنی. Jag säger på svenska, du är spion, du är inte tolk, du får inte komma och tolka till flyktingar som flyr från Iran. Du har röstat på terrorism, det är terrorism. Javicha, 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 Javic
کسافت خونخوار اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران هم اسلام هم قرآن هر دو فدای با انگشتی که از اون خون میچکه در نقد و نفی این انتخابات. اما پیش از اینها ببینید سال تقریبا 2000 بود، چند سال ازش گذشته بود، من امریکا بودم و همین جنجال انتصابات اینا که بود اونجا، من یک آرمی رو درست کردم پشت سرم گذاشتم، گفتم نه به جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران لایسیتر میخواد. لایسیتر یعنی حکومت خردگرا، فرمان روایی خرد. لایک واژه یونانی است، همون خردگرایی ما آریایی ها ایرانی هاست که اونها گرفته از ما، و عرب ها بهش میگن علمانی. علمانی اگر گفتن یعنی لایسیت است. با سکولاریسم فرق میکنه، پیشرفته تر از سکولاریسمه. حالا دعوا نداریم. فرانسوی ها میگن لایسیته. لایسیته به همه ادیان احترام میذاره، اما تو دلت اجازه نداری بریش تو جامعه. این پیام‌آوران خرد 50 نفر هستند که آثارشون رو سیاوش عرفستا به شما توصیه میکنه بخونید، گوش کنید و پخش کنید. خارج از این چیزی پخش نکنید. مال وزارت اطلاعات، مال سایبری های لشکر سایبری دشمنی. خرد رو از اینا پخش کن. این 50 نفر اینجا امکان داره خداشون با هم یه اختلافاتی داشته باشن، همه هم دیگر قبول نداشته باشن اونا تو بین خودشون. سیاوش عویستا همشون رو قبول داره و معتقده که اندیشهشون رو بایستی پخش کن. این پیام‌آوران خرد که به شما خرد رو میدن. حالا ما علمای دین داریم که به اینا اضافه شده، یعنی عالم دین میاد صحبت میکنه و همه نقد میکنه. ما این نو علی ریپوبلیک اسلامیک اون ایران و نه به جمهوری اسلامی، اون موقع که مطرح کردیم 20 خورده سال، چون تشکیلات رهبری برنامه بود ولی دوتا دیگهش نبود، نگرفتیم. بعد یه مدتی من از پشت سرم برداشتم، یعنی برنامه تلویزیون من اگه ببینید میبینید 20 سال پیش این پشت سر من بود، ولی ما این برداشتیم. اما الان پیشا پیش از اینکه بخواد انتصابات این را شروع بشه، این اوچ گرفت، چون همه اومدن پشتش. خب این وسط بعضی ها اضافه کردن سرنگونی نظام. سرنگونی یعنی نه که فقط نه، چون نه خب ما که الان بدون 20 سال پیش گفته بودیم تازه نبود که 43 ساله که ما میگیم نه به جمهوری اسلامی، کسی که رای نداره که به جمهوری اسلامی که حالا اولش مردم خرج شدن و تو خمینی بی بی سی نشوندش اونا رو بلکن. خب همه که اومدن این گرفت، ولی از الان دیگه نه به جمهوری اسلامی، چون نه رو گفتید نرفتین رای بدید. از این بعد شعار سرنگونی نظامه. هرمزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید.